شما بیننده برنامه صبح زندگی از شبکه جهانی آریانا و طور زنده است. همه شما عزیزان را خوش آمدید میگم به ساعت سوم برنامه. در این ساعت هم داشته های خیلی عالی و جذاب داریم که تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. پس ما باشین و ما را تا آخر برنامه همراهی بکنیم. در این قسمت از برنامه هم خواهیم روی موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم مواد مخدر. مواد مخدر به مواد کیمیایی گفته میشه که با استفاده از آن تغییر در حالت روحی و روانی افراد ایجاد شده و افرادی که استفاده هم میکنن سبب ایجاد خوشی کاذب در نزد شده و به همین دلیل هم اکثریت افرادی که از مواد مخدر استفاده میکنن نیاز پیدا می کنند تا حتما برن از این مواد مضر استفاده بکنن و بتونن که حالت روحی و روانی بهتر داشته باشن اما در درازا مدت میتونه که آسیب های خیلی جدی و شدید در نزد افراد ایجاد بکنند به نان در این قسمت از برنامه هم می خواهیم که روی عوامل معتاد شدن جوانان صحبت بکنیم با مواد مخدر و که کدام راهکارها برای مبارزه با مواد مخدر وجود داره مهمان خیلی عزیز و گرامی با ما هستند آقای حکمت لعلی فعال اجتماعی و در این رابطه نظر اونا را هم می داشته باشیم بسیار خوش آمدین صحبتتان بخیر سلام من خدمت شما و کلی بینندگان محترم تلویزیون جهانی آریانا عرض سلام و احترامات خاص دارم خیلی تشکر خوشحال هستیم از شما در برنامه ابتدا می که از مواد مخدر صحبت بکنین که چگونه مواد هست مواد مخدر قسمی که شما در لابلای صحبت ها اشاره کردین مواد کیمیایی <applause> <applause> یا موادی که بیشتر از طریق کشت و از طریق قاچاق دیگه وارد میشه و صادر میشه و موادی که دیگه به انسان کاملا مزیر است بحب. یا کیمیایی یا موادی که به اساس محصولات و برداشت کشت و زر و دست می آید ولی بیشتر در جامعه های سنتی افراد مصابعی می میشه که مقلد افواهات هست میگه که این نوع مواد و کدام مریضی بسیار دوا هست <applause> برای کار بسیار انسان دیگه تا مقوی می و خوشی های کاذب میارن و بحث دیگه همی موضوع فقر و تنگدستی و بیکار اینا بیشتر دیگه باعث شده که تعداد متاسفانه رو بیره به مواد مخدر و مواد که حتی از نظری فق و متون فقهی و شریعت هم کاملا حرام است دقیقا قسم که شما هم در جریان صحبت هایتان گفتین واقعا گاه اوقات هم فقر و بیکاری و تنگدستی سبب میشه که بخصوص جوانان که خیلی حساس هستن برند به طرف استفاده از مواد مخدر و متاسفانه یک آینده بسیار خراب در انتظار او افراد خواد بود که از مواد مخدر استفاده میکنند حالا می خواهیم که روی راه های مبارزه با مواد مخدر صحبت بکنیم. چطور ما میتونیم که در جامعه مثل افغانستان با مواد مخدر مبارزه بکنیم قبلا یک وزارت ما داشتیم در چوکاتی وزارت های کابینه وزارت مبارزه با مواد مخدر که فعلا فکر میکنیم در چوکات وزارت داخله دا یک بخشی معینیت در آمده باز وزارتی بود که باید مبارزه میکرد با مواد مخدر و کشت و زر و قاچا قضی را کایش میداد که متاسفانه دستاوردش که بگیم هیچ نبوده و او قسم نبوده ولی دستاوردش بسیار کم بوده یک وزارت یک بخشی کلانی کشور رهبری میکنه اگر در رأس این وزارت رهبری درستی بودی و استفاده خوبی صورت میگرفتی ما شاهد خیلی از کشت و قاچاق مواد مخدر در کشوری عزیز ما افغانستان نمی بودیم که متاسفانه نشده طریق کامپاین های اینا بسیار ضعیف بود اگر مراجعه میکدیم با وزارت با بخش مویانت ها کی در خیلی از ولایات بسیار زیاد کیش شده نوی چرس نوی تریاک امیدو دو دیگه کشت زرع مواد مخدر بیشتر ده که شده ولایت افغانستان متاسفانه رایج شده می که از بین بردن که وظیفه ما نیست وظیفه وزارت داخله هست خب وقتی که از بین بردن چی وظیفه شما نباشه آگاهی دهی که وظیفه شما هست شما می آگاهی دهی را هم به صورت درست نتانستین که به مردم آگاهی دهی کنین اگر برای یک شهروند آگاهی دهی داده شود بخش های موزیره اینو کشتره که چه قدر ما از برداشت محصول از این فایده میکنیم چه قدر ما متضرر میشیم یک دهقانی که کشتی تریاق کنه طبیعی است که دیگه بعد از چند سال او معتاد میشه به امی تریاق و حتی ما وقتی که میریم به روستاها به قریه و قصبات اونا میگه که ما وقتی که تریاق کشت میکدیم بعد از برداشت محصول حیوانات می گیاهی، به شکل گیای, گیای می شود، حیوانات میخوردن. حیوانات هم می گفت قسم مطات می شود که وقتی که دیگه کاملا او از بین میرفت، رفت بازم به با علاقه بود که برم به موجای زر در اونجا دیگه روزها را رو سپری کنه به این معنی که اونام هم قسمان موتاد می شودن. باز یک بخشی کلان کتایی را وزارت مبارزه با مواد مخدر کرده که فعلا نمو موینتی که در چوکات وزارت داخله هست هم ما سمیمانه متقاضیم که کمپاین های و آگاهی دهی خانه بسیار کم است برای از بین بردن از هیچ گونه تدابیر از طرف وزارت داخله است و نه از طرف وزارت دفاع ملی و بخش های امنیتی داخل از جاهای ناامن کشت میشه خود دسترسی از, از بین بردن وجود نداره در خیلی از ولایتی که امن هستن متاسفانه یک کشت میشه تدابیر نیست وقتی که تدابیر نباشه برای از بین بردنش طبیعی است که کم کم مروج میشه باز با امید دشمنای حکومت دشمنای مردم دشمنای نظام هم بیشتر از طریق مالیات و عشر باز برای از اونا هم آیدات کلانی است و اونا هم در حقینا بیشتر تشویق میکنند تا بیشتر این مواد مخدر را در کشت کنند بله دقیقاً بررسی هایی که صورت گرفته نشان داده که نه تنها مصرف کنندگان مواد مخدر در بخش های مختلف افغانستان کاهش پیدا نکرده بلکه روز به روز هم تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر هم بیشتر میشه از دید شما ضعف در کدام نهاد است تا چی اندازه وزارت مبارزه با مواد مخدر تانسته که وظیفیش را درست انجام بده و تا چی اندازه هم غفلت داشته؟ عوامل متعددی وجود داره یک از عوامل قبلا اشاره کردین که فقر و تنگدستی و بیکاری هست اکثر جوانای ما کار پیدا نمیتونه در کشور اونا مجبور میشن که برن به کشورهای خارج و وقتی که برمیگردن که یک معتاد برگشتن وقتی که ما میرویم در یک کشور خارج تناهنده قچاقی میشیم از طریق قچاقی میریم در طبیعی است که دیگه همسایه های ما برای ما خیلی خوشایند نیست اونا ما را معتاد می سازد تا این که از طریق ما بهره برداری که به نفع خود اونا باشه داشته باشه یک تعداد از او طریق و یک تعداد کسایی که بیشتر چی شده که از طریق کشت کشت کردن و زهر کردن و یک تعداد هم فرفته افواهات کازی و دروغین شدن به این معنای که دوایی هست یک نوی مرزی را از بین میبرم ما یک مسافرت را داشتیم دو سال پیش به اولایت فرا در با خانواده صحبت میکردیم ما با یک مادر صحبت کردیم که دیگر مادر شما میرین به مصروفی برداشت مسئول تریاک میشین پس همی کاری که مربوط شما زنا در خانه میشه شکی میکنه شما طفل و کودک ندارین دیگه زندگی نیست ما مقداری ما مقدار کمی از تریاک به کودک میدیم او را میخوابانیم میریم بعد از سه یا چهار ساعت که مصروفی برداشت محصول استیم بر میگردیم که هنوزم در خواب است یعنی چه چقدر یک تأثیری بعد داشته سر یک کودک او باید به شکل طبیعی از خواب بیدار شده که او قسمی به خواب مصروف میکرد که بعد از ساعتها او از خواب بیدار میشد او از او لحظه ما گفتیم که مادر هم لحظه پسریت معتاد شده بح. دیگه یک کار رو برو دکتر حتی خون ازی باید مایانه شده که چقدر سمی شده و این بسیار کاری بعد از که چی لحظه یا, دلحظه یا دلحظه مبتلا به مواد مخدر میکنن. از دلیل بیشترش به کم آگاهی مردم و حتی نبود آگاهی در میان مردم بوده که در بعض از روستاهای دوردست افغانستان مردم نسبت عدم آگاهی از مزرات مواد مخدر حتی بر اطفال خود مواد مخدر میتن تا که اونا بتونن کار و وظیفه روزانه خود رو به صورت درست انجام بدن و اطفال پشان مسایمت نکنه دقیقاً و می خواستیم او جزی از سوال شما من که گفتین که وزارت مبارزه با مواد مخدر چه کردن وزارت مبارزه با, مخ... با مواد مخدر کاری رو که باید می کرد حقیقتا نتانسته وزارت مبارزه با مواد مخدر در یک منطقه یک مکتبی رو ساخته این بسیار یعنی تاثیر کم داشت در ارتباط کاهش وزارت مبارزه با مواد مخدر به جای ساختن یک مکتب باید دعمی زرعی بدیل یا کشت بدیل زیر پیدا میکرد چقدر خوب است که ما به جای کوکنار زفران بکاریم که بیشتر خب درآمد از آن بیشتر از تریاک است چقدر خوب است که به جای کشت گیای چرس یک نو کشت مشروع دیگر را کشت کنیم که هم مصروفیت برای ده دهاقین و کارگرا پیدا شود و هم آید را که ما از راه غیر مشروع به دست میاریم از راه مشروعش به دست بیاوریم و آگاهی بسیار کم بوده وزارت مبارزه با مواد مخدر حتی در مکاتب برای معلمین اینا چیزی را نداشتند یک مقدار هزینه بودیجی اقل اونا در جریان ورکشاپ ها سیمینار ها در جریان درس یک معلم اگه برای شاگرد دو از یک روز تشریح کنه ضرر استفاده از مواد مخدر یک نوی از مواد مخدر به هیچ صورت دیگه شاگردها به مواد مخدر رو نمیاره خو هیچ اونا باز آگاهی دیگه بیشتر میکنه، با خانواده صحبت میشه از این طریق با مردم صحبت میشه و همچنین از طریق منابیر و مساجد و تکایا ملا امامای ما اماما اونا در تعقیبات نمازهای جمعه در تعقیبات نمازهای یومیه در سخنرانی ها در محافل در ختم در خیلی از مسائل ها اگر حرمت مواد مخدر را و دیگه ازرار مواد را بر مردم بگه طبیعی است که کاهش چشمگیری به وجود می ولی متاسفانه که امی کار از طریق وزارت مبارزه با مواد مخدر صورت نگرفت بله به نظر شما راه های حل به خاطر کاهش دادن مصرف کنندگان مواد مخدر در افغانستان کدام راه ها باشه اگر یک مضمونی در نصاب تعلیمی مکاتیب در موسوم به اضرار مواد مخدر بله در چوکاتی یک کتاب بسیار خورد که خیلی وقت گیرم نباشه وقتی مزامین دیگر هم نگیر اگر در مکاتب تدریش شود در مکاتب های ما این بسیار چیزی مهم است و دیگر در خیلی از جایایی که حتی امن نیست ناامن امن است امی مولای مسجد وجود دارن نماز جماعت ها وجود دارن مجموعه هایی که به خاطر حل یک مشکل گرده هم جمع میشن وجود داره از طریق ملا اماما و از طریق مولوی سایبا از طریق روحانیون اگر بر مردم گشتد شده و حرمت از دیدگاه قرآن از زدگاه فقه و میتون اسلامی بر مردم گفته شده این تاثیر خاص خدا داشت و همچنین از طریق دانشگاه ها اگر دیگر دا دا یعنی یک قسم کمپین صورت بگیره وقتی یک محسیل از فراه به کابل میان او وقتی که برگردند به ولایت فراه دیگه به شکل یک کامپاینر دیگه اضرار مواد مخدر صحبت کنند اونجا جاهایی است متاسفانه که ما به او قریاجات میرفتیم آثار از مکتب و دیگه چی دیده نمیشد خوب بازگو کنه تاثیرات خاص خود داره و از طریق شفاخانه ها و کلینیک ها در خیلی از جایا امی وزارت صحت تامم کوتاهی خاص خود در دا ارتباط داره که ما از جناب وزیر صاحب متخاذی هستیم که جناب وزیر صاحب شما در بخش از شفاخانه خود یک نفر مشاور و صحت و روانی رو دارید که بیشتر این بخش مربوطو میشه چقدر خوب است که در تمام مراکز صحی خود اگر یک نفر را استخدام کنید به صفت مشاور صحت و روانی که این موضوع را بر مردم گشدت کنه کاهش چشمگیر انشالله ما در این خواهد آمد بسیار خوب. وزارت صحت اما هم بعضن خدمات را انجام میده و تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر می میکنن و در بعض از شفاخانه هایی که به خاطر تداوی موتادان هست در اونجا بستر میشن ولی پس از مدت زمانی که اینا شفا میشن دوباره به مواد مخدر رو میارن. از دید شما دلیل این موضوع چی هست؟ چرا جلوگیری صورت نمیگیره تا افرادی که واقعا سالم شدن مشکلشون کلا برطرف شده اینا تحت نظارت باشن تا دوباره به مواد مخدر رو نبیارن نه بسیار چیز جالب بره سوال کردین ما میخوایم یک جمله رو بگیم که دیگه دو سال پیش یک از شفاخانه های مواد مخدر را در خود پایتخت رفته بودیم که ببینیم و مریضان رو ببینیم وقتی رفتیم حتی امی افراد مریض بود که به سلول های انفرادی اونا نگهداری میشد کسایی بود که کاملا دیگه مصابی به دیگم امراض روانی بود صحبت میکرد که بدون تصمیم به اراده پرخاشگری اینا میکرد ما صحبتی که با سرتبی به شفاخانه داشتیم که یا چرا این رقم میکنه او گفت که اینقدر فشار سر از زیاد, زیاد است که یک وقت یک در وقت دادن غذا سلول انفرادی باز من یکی از مریضای ما از سلول انفرادی پرید رفت خود دبام شفاخانه ای که بود از بام شفا خانه خود به زمین انداخت که دیگه با افتادن در زمین ده فتن و از بین رفت گفت قدر فشار از سر از مردم و اون آخرین نقطه فشاری هست که دیگه بعد از کم کم کاهش پیدا میکنه تا اینی که دیگه مریض تبدیل میشه به آدمی عادی و صحتمند باز این امین دو بحث است اگر تصمیم دست خود از او شخص باشه که برگرده با خانه و زندگی و برای از یک مصروفیت پیدا شود او یک ادمی سالم در جامعه تسلیم داده شده بازم اگر او دوچار فقر و مشکلات و تنگدستی و هزاران نهنگاری های دیگه باشه طبیعی با. است که او بر میگرده به مو دیگه بحث اولی که دیگه محتاد است به مواد ما بله سلامت باشین یک دنیا سپاسگزار هستم از حضور شما در برنامه از صحبت های زبایتان که در رابطه با مبارزه با مواد مخدر با ما شریک کردین خیلی کوتاه اگر پیام گفتنی دارین بازم یک بار دیگر از وزارت محترم صحت عامه که واقعا انسان که مبتلا با مواد مخدرن مریضن خواهشمندیم که در هر پوسته صحی در هر مرکز صحی خود یک نفر مشاور صحت روانی را اگر استخدام بکنن تأثیر خاص خود داشت در ارتباطی به کاهیش حتی محوی محتاج شدن و مصاب شدن به مواد بحر. با. سلامت باشه اوقات خوب و خوش بهتان میخوایم سپاس از شما هم تشکر می کنم هموطنان عزیز ما که ما را تنها نگذاشتین و بخش های مختلف برنامه صبح ها زندگی دنبال کردین نیم ساعت اخیر برنامه صبح ها زندگی فراموش نکنین با خبرهای تازه از دنیای سینما خبرهای تازه از دنیای ورزش مرور می داشته باشیم بر روزنامه های چاپی شهر کابل و پیام های شما عزیزان اما در حال حاضر هم یک آهنگ خیلی زیبا و قشنگ با آواز سیتا قاسمی تقدیمتان تشکر از اینکه که برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین